سلام سلام آقا، من امروز تصمیم گرفتم که فلاگمون رو با موبایلم بگیرم، با دوربین موبایل. نه منتها یه مشکلی که هست که امیدوارم که بتونم کنترلش کنم اینه که باید سعی کنم که دوربین رو نگاه کنم نه خودم، و فکر کنم بتونم البته، چون که با دوربین این مشکل رو نداره آدم، ولی با موبایل داره. حالا امروز ما شروع به بسته بندی داریم میکنیم برای اسباب کشیمون، و یعنی در واقع امروز دوشنبه است، چهارشنبه ما قراره که کامیون بیاد و بار رو ببریم جابجا کنیم. از امروز شروع کردیم که وسایلمون رو بسته بندی کردن. منتها برای بسته‌بندی وسایل، حالا بهتون نشون میدم اگر بیاد و به موقع بیاد ایشالله، یه سری باکس سفارش دادیم. این یه شرکت های اینجا هستن که یه باکس های سفت و محکم آماده که مثلا حجمش 25 لیتر این طور هست کرایه میدن برای اسباب کشی، و شما این باکس ها رو که استفاده کنید بعد از اسباب کشی میان توی اون محل جدیدتون، یعنی خونه جدید ازتون پس میگیرن. اینجوری دیگه کارتون مقوایی و اینا استفاده نمی کنید و هم راحت تره، هم به محیط زیست آسیب کمتری میرسه، و هم وسایل توش خب سیفتر، مثلا ظرف و ظروف و اینا احتمال شکستنش کمتر. حالا امیدوارم که ما رو روسیاه نکنه و به موقع بیاد، چون که الان زنگ زدم پیگیری کنم که چه ساعتی میاد و گفتش که ساعت نمیتونیم بهتون بگیم، ولی همین امروزی که گفتین که بیاد بالاخره میاد. بنابراین ما امروز تا فکر کنم تا شب دیگه خونه باشیم، چون اولا باید منتظر اومدن اون باشیم، دوباره وقتی بیاد دیگه فوری و فوتی باید وسایلمون رو تون تون شروع کنیم به جمع جور کردن، و یعنی دیگه فرصت این که به خونه جدید سر بزنیم. البته خونه جدید دیگه از دیروز و امروز کاری توش انجام نمیشه، فردا قرار کابینتاش رو نصب کنن و ما هم که روز بعدش این چهارشنبه وسایلمون رو ببریم. یه چند روزی تا آخر هفته من فکر میکنم آلاخون بالاخونی خواهیم داشت، چون اون خونه هنوز خوب آماده نشده، این خونه هم که دیگه خالی میشه و امکان موندن توش نیست و از این حرفا. شروع کرده انباری رو خالی کرده و ما حالا متوجه شدیم چقدر چمدون داریم. نیست که با مخاطب میگم، نه اینکه ما چند وقت مسافرت نرفتیم یادم رفت چقدر چمدون داریم. خب بعد سیامک شروع کرده چیز کردن و وسایل رو، گفت تا این باکس ها بیاد من این گوشه مرتب بچینم و اینا. که وقتی اینجا خط تولید کردیم کتابه رو سمی کنم به اندازه مرتب کنم که تو باکس ها بیاد، فقط خدا کنه باکس ها بعد کنیم. نه دیگه بعد قولی که نه، فوقش اینه که عصر میاره، عصر هم نه زودتر میاره. آره گفتی این چند رو میشون چی شد؟ من حساب از این چندومی از صبح کشی و این شاهده که بودم خریدیش چندومی از صبح کشیمونه؟ بذار بگم بکنه هشتومی؟ هفتومی؟ اسمان هشتومی باشه؟ نه بذار من اول بشمارم یه دار از سعادت ها رفتیم، نه از زفر شروع کنیم ها؟ تو از سعادت ها بودم؟ نه از زفر رفتیم گرگان، از گرگان رفتیم سعادت آباد، از سعادت آباد رفتیم پاریس، از پاریس یک رفتیم پاریس دو، از پاریس دو اومدیم اینجا شیش تا خونه، یعنی اندفعه ششمین اسباب کشیمون میشه. نه
یا هفت. هفتمی احتمالا. ولی خونه شماره هفته اینجا دیگه، درسته؟ آره. ما در 9 سال که از ازدواجمون گذشته 6 تا 7 تا در واقع خونه عوض کردیم و به قول سینا ایشالله که دیگه این آخرین، نه آخرین خونه، ولی حالا حالا از اجاره نشینی دارم بدیم. من اصلا این خونه رو گرفتیم بعد از این همه سال و واقعا اجاره نشینی سخت بوده و بهتونم بگم تا به امروز یک دونه اصحاب خونه پیدا نکردیم که مثلا بگیم خدا عمرش بمونه. نه واقعا یکی از یکی خونخوارتر بودم و واقعا میگم دیگه کشور گوش و ببینید مثلا اینجوری نبودش که مثلا بگیم من میخوام زیاد کام، ما بگیم نه، ما میگفتیم با کمال میل اما قیمت منطقی، ولی نه واقعا خونخوار خونخوار کشور گوشا بودن. نه ما چیزه واقعا در زمینه بعضی ها دیدیم، بعضی آدم ها میگن که مثلا ما خیلی شانس خوش شانسیم در زمینه صاحب خونه و همین هم باعث میشه که خب از اجاره نشینی زیاد خاطره بدی نمونه براتون، ولی واقعا ما اصلا در زمینه صاحب خونه خوش شانس هستیم تمام. و یه دلیل این که اینقدر هم زیاد خونه عوض کردیم همین بودی همه شما شون... فقط در اینجا ما میکرم فیر باشیم، یعنی این آخریه ما دیگه هم... خونه بگیم ما اینجا گفتیم اوکی با منطقی زیاد منطقی خب اوکی، مثلا اینجا مثلا میگن که قرارداد اجاره خونه مطابق با اینفلیشن تورم مسکن در اون ماه بشه، ما گفتیم باشه حتی بیشتر هم اوکی، این قشنگ 3 برابر میخواستم ما گفتم خدا بخیر خوش گرفت. هر وقت لازم شد دستش رو جمع کنی من بهت میگم، خب یه زنگ باکس بهت میدم. ماما تو وسایل تو از بازی هر چی خواستی بذار. امروز که این باسته خوشگل سبز و بزرگ برای اون بیاره اینجا بچینی ماما شلوغ میشه نمیتونیم جمع جور کنیم. باشه؟ اوکی. آره در نهایت خلاصه امروز ما نه امروز نه یعنی این بار داریم ششمین از هفتمین از میگم سخت‌ترین قسمت بسته‌بندی کردن به نظر من قسمت لوازم آرایشه، بس اینکه چیزایی که مثلا استفاده نمی‌کنی یا مثلا یه خورده کوچیک شده، مثلا مداد کوچیک ته رژ لب، اینا هم دلت نمیاد بندازی دور، هم مثلا فکر می‌کنی خب این دیگه بردن نده. حالا به هر حال بسته‌بندی رو کردم، الان لوازم آرایشه. اصلا من زیادم لوازم آرایشه ندارم، ولی یه چیزی دیدم مثلا حالم دگرگون شد. دفعه آخری که بهاران اومده بود اینجا چمدونش خیلی سنگین بود و اضافه بار داشت، مجبور بود که هر چی که میتونه نبره، یعنی هی داشت هی باراشو خالی میکرد، هر چیزی که فکر میکرد سنگینه میذاشت بیرون و چمدونش رو سبک میکرد. بعد یکی از چیزایی که گذاشت عطرش یه خوردهش مونده بود، دید که مثلا شیشهش سنگینه، گفت این بمونه و من اینو ندیده بودم، گذاشته بودم تهم هوای کمدم. و الان توی این جمع کردن چیزام لوازم آرایشام پیداش کردم، اینو خیلی سال میزد، فکر کنم اینو خیلی کم مونده، درم نداره ولی با خودم میبرمش. جالبه که همیشه من گفتم اصلا از این عطرت خوشم نمیاد، زیاد خوشبو نیست، ولی الان احساس میکنم به بهترین رایحه دنیاست. ورساچی کریستال نوا اسم عطرش. احتمالا ما دیگه هیچ وقت زندگیمون همچین منظره‌ای
خونمون نخواهد داشت. نه خونمون، یعنی خونه ای با یک چنین منظره ای نخواهد داشت. و راستشو بخواید حالا نمیدونم زوده بگم یا نه، ولی واقعا فکرم نمی کنم که دیگه حوستشم بکنیم، چون که از منظره زیبا اشبا شدیم. ولی واقعا دیروز داشتیم با سیامک راجع به همین موضوع صحبت میکردیم که این داشتن این منظره و این افق دید و اینا مخصوصا توی دوره اون قرنطینه ها و اینا خیلی برای ما خوب بود. خیلی اصلا احساس این که مثلا محبوسیم تو خونه نداشتیم. ولی خب دیگه کافیه دیگه، چیزامون باکسامون اومد رسید. ساعت چنده؟ ساعت 11 اومد. خوبه آره، باکس ها که بیا دیگه ارگنایزتر بسته‌بندی میکنیم، شاید تا عصر تموم شه. بعد بریم یه چند تا کار کوچیک داریم، بعد قفل خونه بخریم برای اینکه قفل خونه رو عوض کنیم. این کار سختمونه، این مبله رو میخواییم ردشون کنیم برن با تخته بچه ها. ولی هیچ و اون میز نارخوری و صندلیاش، ولی اصلا ایده ای نداریم که چجوری به کی باید اینا رو قالب کنیم. به خاطر اینکه بجز اون یه دونه تکیه که میبینی اصلا رنگش هم کاملا فرق میکنه، اون چون توی اتاق بوده یه دو سالی استفاده نشده هم خیلی سالم‌تر مونده. ببین کولر روشن هم یعنی از نظر فنرش و اینا هم پارچش، ولی این دوتا رو دیگه اصلا دخلشون در اومده و بدبارم هستن. من همش دارم فکر میکنم یه کسی رو پیدا کنیم یه جوری بیاد اینا رو فقط از خونه خارج کنه، نه اینکه حالا بخواد اصلا پولی بابتش به ما بده. یکی دیگه از چیزایی هم که خیلی بچه ها درب و داغونش کردن این میزه است. نمیدونم دیگه اینا رو یه جوری اگه ما تا فردا بتونیم از خونه خارج کنیم، اینم محول کردیم به آقا. سمک با تو خودتو بزنی و نشنید میگم بچه ایتا به چیخ میشن ازک میگم خارج شدن اینا رو از خونه محول کردیم به تو، به تو هم خودتو زدیم. نه بابا کاری نداره، ببینید یا میرم کجا طرف نجره که دست دور نداره، میگم بابا که اینا رو ببر کمپلیت چقدر میدی چقدر نمی، گفت نه به نازم میگم کاری نداره. باربری که اومد اینا رو میگیم ببره پایین بندازه اونجا. من خیلی دیدم دم باربری که میکنه میزنم اون سطحه. این تابلومون هم چون که تو خونه جدید جا نمیشه، دیواری که جا براش نداریم دادیم به یکی از دوستامون اینجا، منتها نمیدونم چرا نمیاد ببرتش سرش شلوغه. از اینجا بهش پیغام میدم مریم جون اگه نیای و این تابلو رو ما ببریم خونه جدید دیگه بهت نمیدم. و سلام زودتر بیا. سی تا میاره اون چند تا؟ ده تا؟ پونزه تا؟ اینو بگیم بابا. چی بابا؟ اینا ظرف و ظروفه برای آقا هم یا به خونک بدیم اگه میخواد. بله نه من زنم بسی باشو جانه میسی زن اوکی آره لطفا. باکساش این شکلیه. خب این چه بابنه کاغذ برچسب هم باید داشته. آه اینا بانده واسه آه اینا برچسب هم توشه اینا خوشیشه. خوبه حجم هر کدوم خوبه بکنم. کافیه سیتا میخوای با کتاب شروع کنم اینجا شروع کنی؟ آره خلوت کنیم. خوبه
مثلا هر دیدیم بعضی هر چیزی که مثلا زیاد خوب کار نکنه اینا رو بالاخره یه جای نگهش میداره، مثلا ظرف لب پری چیزی که یه روزی حالا یه جایی به کار میاد. ما همینجور چون تو بسیم هر چی که احساس کنیم مثلا مدت هاست ازش استفاده نکردیم یا یه ایرادی داره با اینا سریع بعدش میکنیم به. شاید دلیلش این جابجا شدن های مکرر ماست در سالگرد. مثلا نگاه کنید الان این یه حالت قندونطوریه، درش شکسته، این هم همونجوری قندونطوریه ولی درش مونده. الان این هم نمیزم بره ولی این هم استفاده شه، این خوشگله توی کن تحیل الان که نمیتونم این رو بتوید سه این هم نگرده این رو نگرده چیش گل بزنید؟ آفه کنم درش اونجا بود نه اون اینه دره یه چیزی که هست الان بالا خالیه؟ اینجا اون خالیه. بله واقعا این باکس ها چیزای خوبیه ها، به شدت توصیه میشود. واقعا آفه اینکه شما به نازی رو گفتم آفه اینکه شما من چند جایی نشون کرده بودم سنتی مثل ایران کارتون به غریب ولی قیمتش هم ارزون نبود. کرایه 30 تا از اینا تقریبا شد 900 لیر برای یک هفته. سیستمش اینجوریه که مثلا باکس ها رو میگیم تو فلان تاریخ تو فلان لوکیشن بیار به من بده و یک هفته دیگه تو اون یکی لوکیشن که آدرس رسیدی میاد میگیره. به ازای هر یه هفته که بخواید اضافه نگه دارید مثلا اینکه دی بیست خورده ای لیر میتونه را میگه بیارم اون شکستنی ها کجا میبریم آقا اون شکستنی ها جریمه میگه نه حد اکثر یه هفته میتونی اضافه تر نگه داری اونم دی بیست خورده ای لیر. ولی خلاصه سیستم جالبه. من به سیاری گفتم که یه ایده استارتاپی خوبه، حالا اگه که دیگران نباشه شاید بتونید یا یه کسی بتونه این کار رو را بندازه. اینایی که حامی محیط زیست و اینا هستن ایده خوبیه. واقعا قسمت سخت افتاده به من کمد خالی کردن و این کساسی هم اگر رفته سراغ چیز وسایل آشپزخونه کابینت ها رو داره خالی میکنه. من مشکلم اینه که هم میخوام کمد جمع و جور کنم هم میخوام تقسیم بندی کنم، مثلا یه سری چیزا رو بدم بیرون. ای کاش که یه خورده زودتر این کارو میکردم، یعنی مثلا از یک دو هفته قبل شروع کردم. الان پشیمونم. خسته منم اصلا نبیدین بهتر، فقط خواستم این آخرین آسمونمون نیست ولی یکی مونده با آخرمونو ببینید چه دلبری می کند. چه قروبای اینجا داشتیم. خب عزیزتا اگه بخوام بهتون بگم که کابینت های آشپزخونه همه تموم شد، همه این توه
لباسامون این توه، اسباب بازی های بچه ها این توه، ولی باز باکس کم آوردیم. یعنی دو سه تا دونه بیشتر بود، نه سه تا کم آوردیم تقریبا. دیگه میشه گفت همه چیزمون رو توی باکس های سبز میبردیم، ولی خب حالا یه کاش میکنیم دیگه. بذارید کمد اتاق همه خالیه، هنوز یه خورده اسباب بازی بچه ها مونده، تختاشونو که نمیخوایم ببریم امشب، هم که امشب و فرشب روش بخوابن. دیگه خدمت شما بله. اون از کجا پردی؟ یه دونه باکس مونده، دوتا هنوز باکس خالی داریم و دیگه کمد که خالیه. تازه این کمد هم قراره که بیان آن اینستال کنن که بریم اونجا اینستالش کنیم. ما مشکل اساسیمون الان اینه که میز و مبل و تختای بچه ها رو دستمون مونده. سیامک چند نفر رفت باهاشون صحبت کرد از این مدل چی میگن؟ سمسارا و عکس هم نشون دادی؟ نه آره، ازشون پرسیده که آقا میای اینا رو برداری ببری و طرف گفته نه. جالبه دیگه، حالا موندیم اینا رو چیکار کنیم. من میگم ما اسباب اساسی هم رو ببریم فوقش، اینا بمونه تو خونه، بعد مثلا یکی دو روز دیگه بیایم یه فکر به حالشون. چون که میدونید برای چی نمیبرن، برای اینکه اینجا هزینه حمل و نقل خیلی زیاده و طرف پیش خودش میگه که مثلا من بخوام مثلا یه چه میدونم وانتی کامیونتی چیزی بگیرم اینا رو از اینجا ببرم حتی دو تا کوچه اون برتر، باید به هزینه‌ای که دارم واسه حمل و نقلش میدم بیارزه دیگه. و حس میکنه که این واقعا هم نمیارزه، این دوتا مبل نمیارزه، ولی خب اون یه دونه میارزه، اونی که تو روش نیست. من میگم باید یه جوری طرف و گول بزنیم بگیم اگه اونو میخوای بیا این دوتا رو هم ببر. نه حالا ما الان ساعت 7 و از صبح واقعا یه نفس بستیم. آره من و سیاوک هنوز ناهارم نخوردیم. یکی یه دونه موز خوردیم، نصف موز به بچه ها غذا دادیم ولی خودمون نخوردیم. من نمیشه از گرسنم نیم، من اینجوری هم وقتی که خیلی چیزم درگیر کارم یا مثلا استرس دارم اینا گرسنم نمیشه، ولی از خشکی لبام میفهمم که آب و غذا به هم نرسیده. الان لبام خشکی زده. چقدر امروز آسمون قشنگه. شن. آه. خیلی خوبه. خیلی خوبه. میگم که. اینم داری کنم. سعی کن که پیش تیری کنی. داری. 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 چیز شد، گفتم از این وضعیت خیلی نچرال ما ببینید که چون که همه وسایل آشپزخونه رو جمع کردیم، من فکر کردم که هر چیزی که تو فریزرم هست خالی کنم. یه سری چیزها رو خب ناچرا بذارم دور، بخاطر اینکه فردا باید میدونم کجا رو نگاه کنم، فردا باید یخچالم از برق بکشم، ولی یه چیزی مثل این لوبیا سبز رو حیف اومد که بریزم دور، بخاطر همین تصمیم گرفتم الان کوپه لوبیا سبز درست کنم. از اونجایی که بچه‌ها کوپه لوبیا سبز نمیخورن دارم براشون سیب زمینی سرو میکنم دیگه. این چیزیه که از دست من در
یک شب مونده و اسباب کشی برمیاد دیگه. امروز هم بچه ها با اینا خدافظی میکنن. انتظار بیشتر نشدن. نشو بده. یه سنتا شدن. یه کیسه پر عروسک پلیشی داریم میریزیم دور. یعنی میریزیم دور که داریم اونجا که حالا هر کی خواست برده. به خاطر اینکه دیگه واقعا چندی خونه ما این عروسک رو با هم جابت میدیم با خودمون کشوندیم. واقعا دیگه سنشون سنده که دوست دارن عروسک های این شکلی ولی بازی باهاشون نمی کنن. این عروسک های سر در زیر دو سال های نمی کنن همینه دیگه. آدم ها میان و میرن دیگه. چه به وسایل، وسایل رو باید دادم رها کنیم. رها رها کن حبیب رها کن رها حبیب. کنسرت سیامک 18 سپتامبر در استانبول. من تقریبا 10 دقیقه دارم حرف میزنم و از متوجه شدم که چیز بود سیامک جون ریکورد رو ندادم و از اونجایی که بیشتر نصف حرفم هم راجعه این بودش که چرا خستم و چقدر خستم و اینا، حالا که فهمیدم ضبط نشده واقعا خیلی خستم. نمیتونم دوباره داشتم میگفتم که من دیشب 6 ساعت بیشتر نخوابیدم و خواب عمیقم هم طبق داده های این ساعته که حالا ماجرا شد تو اینستاگرام گفتم خواب عمیق هم دیشب 1 ساعت این بوده. یه خودم وسواس پیدا کردم هی ضربان قلبم چک میکنم و از وقتی فهمیدم که 6 ساعت خوابیدم 1 ساعت و نیمش خواب عمیق بوده خیلی چی شدم، احساس خستگی بیشتری دارم. یه نفر گفته بود، درخواست داده بود که بخونه؟ نه که شب آخر توی این خونه پیتزا نایت بگیریم به مناسبت شب آخر و منم خیلی موافق و یعنی خوش آمد از این پیشنهاد و تصمیم داشتم که فردا شب این کار بکنیم یا امشب. اما دیگه یه دفعه افتادیم توی این بسته بندی و اینا نمیشد هر چیز. آره نمیشد، ما خودی باید مثلا خیلی راحت بسیاره بود نمیشد. آشپز خونه یه موز نصف کاری تمامی کردیم واقعا جادت نمیشد. مون برای افتتاحیه خونه جری پیتزا نایت به جای اختتامیه افتتاحیه. ولی واقعا تا فکر کنم تا 4-5 سال حداقل دیگه از پاکشی واقعا دارم اصلا از پاکشی خسته شد. و میدونین اسباب کشی یه بحثه، اسباب کشی در کشور دیگه یه بحث دیگه است. بازسازی خونه ما رو الان تقریبا 1 ماه خودش خیلی خسته کرده، بعد هنوز خستگی اونو در نکرده افتادیم تو خستگی اسباب کشی. یعنی واقعا ما بعد با اون انرژی که داشتیم، انرژی پایینی که داشتیم، حسن چه تابستونیم. بعدا بعد از تابستون 1401 اگه اون مستأجر اون خونه جدیدمون زودتر بلند میشد خب واقعا کار ما راحت‌تر بود دیگه. ولی خب از اون طرف که ما مستأجر کشیدیم حقیقتش ما هیچ فشاری نداشت، یعنی وقت داشت ولی به اون قول دادیم که زودتر خالی میکنه که نکرد. چون اگه میگم به خاطر مدرسه هیدا ما فشاری نبودیم که فقط پیگیری کردیم دیگه. درست از روزی که تو قرارداد نوشته بودیم دیگه اگه از این روز بالا نشی باید جریمه پرداخت بکنیم. چون یه مبلغ خیلی یعنی میشه گفت هنگفتی هم گرفته بود، یعنی اینجوری هم نیست تا بگیم که مثلا اجحاف شده. نه، برای اینکه اون تاریخ بلندشه که خودش هم خیلی خوشحال بود یه مبلغ خیلی بالایی به ریب گرفت گفت باشه. من اصلا گفتش من 3 روز دیگه میرم از این خونه. 2 ماه پیش گفت گفت 3 روز دیگه میرم. 3 روز همانا بود تا اینجا طول کشید. ولی میگم ما دیگه هیچ فشاری نیاوردیم و کارام نکردیم، خریدام نکردیم و دیگه آماده
هل داریم. هل نه تو رو خود. هل داریم. نمیدونین چه کوکوی امشب. این همه غذای خوب درست کردم. دوربین رو روشن نگردین. بعد حالا امشب که وسط ابزار به خدا یه دونه ملاقه دیدیم که یه کفگیر رو درست کردیم. ماهیتابه مورد علاقه ندارم و کوکوم چسبید. حالا فوری دوربین رو روشن کردیم. گفتم یه خورده چه فرشته ای از گفتم یه خورده فرشته هست واقعا فرشته گفتم یه خورده فان کنیم بهترین شف دنیا ایشونه. نه واقعا من هیچی نداشتم. میدونی امروز نازی رفت و اون برای مرتب میکرد بعد من گفتم آقا آشپزخونه برای من چون خیلی میترسید که آشپزخونه امروز تموم نشه. بعد حقیقتش من داشتم نگاه میکردم بودم اینو بذارم اینو نذارم اینو بذارم اینو نذارم بعد دیگه همه رو جمع کردم هیچی برای بنده خود نگیرم. چیزه چه خودم یه آخرین باری که من یه همچین کوکوی درست کردم دانشجو بودم و وقتی که کوکو این شکل چسبید و برنگشت اینا گریه کردم من تنفرم. آره گریه من دوستان هم اتاقی هم و اینا هی بهم دلداری میدادن که اشکال خالصه افشم یادم اون خاطره رو افتادم. بابا ندارم من یه دونه ملاقه ندارم چی ندارم به این بنده بوده؟ آره کوکوم خلاصه چنگال یه بار برسه به فنا رفت آبیشه؟ اینو بردارم کوکوی 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 نیست یه خوراک شد تقریبا لوبیا سبز با یه تیکه نون تنها با سس زیاد خیلی نامردی هرچیم که با سس زیاد واقعا یه خوشمزه این شد تنها غذایی که من سمک امروز خوردیم. بگه تو همین گفتی با ماسک میخوام بخورم حالا میگه با سس حالا تا دوربین رو چکم میگه با سس ماسک رو فکرم چشنی اما عدویه نداشت. خب امروز تموم شد غذا رو بخوریم بچه ها رو بخوابونیم و خودمون بخوابیم که ببینیم فردا خیلی کار داریم خیلی کار داریم. امروز دوشنبه بود و ما تقریبا تا جمعه فکر کنم هر روز واقعا له بشیم. امیدوارم راحت بگذره این چند روز. شب بخیر. خدا حافظ بچه. مامی گناه نداره آخه قیافه در به داغون من نگاه کن مامی این چیپس خوردم بعدش دیدم یه زن پس بودو برو بخوا نه مامی اصلا اون ساعت تا بینم نه دیدم میخوام دی وقت خواب ماما منم غذا بخوام نه میخوام مستر شف نگاه کنم غذا بخوام شما هم باید بخواد بود بای 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 شب خیر شب خیر.